آخوندها بعد از سرقت حاکمیت مردم ایران، سرمایه‌های کشور را مغولوار غارت کردند. علاوه بر این چپاولگری‌ها، امتیازات ویژه‌ای برای خودشان قائلند که همانند کلیسای قرون وسطاست. سربازی اجباری برای مردم خدمت مقدس است، اما آخوندها از سربازی معافند. بدون تخصص هر شغل و منصبی را اشغال می‌کنند، از وزارت تا قضاوت، از سینما تا گمرک و غیره. اما هیچ آخوندی شغل کارگری را انتخاب نمی‌کند. برخلاف دانشگاهیان، بیکاری برای آخوندها معنا ندارد و آنها چه کار بکنند یا نکنند زندگیشان تامین است. آخوندها برای درمان به بهترین امکانات پزشکی روی می‌آورند، اما مردم را به شفا در امامزاده ها حواله می‌دهند. با دجالیت تمام بهشت می‌فروشند، اما خودشان با بهترین امکانات به زندگی چسبیدند. البته در قبال چپاولگری ها و جنایاتی که آخوندها در حق مردم ایران انجام دادند، این امتیازات ناچیز محسوب می‌شوند. آیا زندگی آخوندهای حکومتی چیزی جز جنایت و چپاول است؟